من چقدر وقت دارم؟ نیم ساعت؟ خب به من گفتن که در مورد خدمت و خیانت روشنفکران دینی صحبت کنم. ببینید یه نکته‌ای که ابتدا به ساکن باید در مورد عنوان این سخنرانی باید بگم یا عنوانی که به من گفتن در موردش صحبت کنم اینه که شاید در دهه 30، 40، 50 شمسی وقتی که جامعه مثلا میگم در یک سویش کمونیستا بودن، توده‌ای بودن، چپی بودن و بعد خیلی متشکل سازمان یافته به صورت خیلی سازمان یافته ای در دانشگاه‌ها یا در جامعه تشکل‌های کارگری تشکیل داده بودن و برخی از مردم یا برخی از به عنوان مثال دانشجوها یا کسانی که اهل فکر و قلم بودن از این تغییر و تحولات شتابان در جامعه احساس خطر کرده بودن، سراغ بعضی از علما رفته بودن، مثلا میگم خدمت های علامه طباطبایی رفته بودن، گفته بودن که آقا اوضاع اینطوره در جامعه، به عنوان مثال کمونیسم داره شیوع پیدا میکنه، داره رخنه میکنه در بین جوانان و نمیدونم ایمان داره از بین میره و بعد اونها نشستن به عنوان مثال سلسله درس هایی رو تعریف کردن مانند اصول و فلسفه، اصول و روش فلسفه رئالیسم و بعد آقای مطهری و آقای علامه طباطبایی این سلسله درس ها رو با هم دیگه مباحثه کردن، آقای به عنوان مثال آقای مطهری اینها رو زیرنویس براشون نوشت، بعد تو اون فضا یه عده آمده بودن در مورد دین حرف می زدن، یه عده آمده بودن به عنوان مثال از کمونیسم و سوسیالیسم و حزب توده و اینها صحبت می کردن. شاید این در چنین فضایی آیه جلال آل احمد وقتی کتاب خدمت در خدمت و خیانت روشنفکران رو نوشت، شاید تو اون فضا اگر بخوایم با مسامحه بگیم شاید می شد صحبت از این کرد که حالا برخی از روشنفکران ممکنه بی خدایی رو دارن در جامعه ترویج میکنن، برخی ها دنبال این هستن که مثلا دین رو ترویج کنن، ولی واقعا فضای امروز جامعه ما یعنی در آستانه قرن 15 خورشیدی، در آستانه 1500 یا 1400 شمسی، آستانه قرن 15 و در جهانی که ما بهش میگیم قرن 21 داریم زیست میکنیم، این گونه دوگانه ساختنها، این گونه تضاد گونه دیدن جامعه، نیروهای اجتماعی، نیروهایی که در جامعه وجود دارن، آیا پاسخگوی این تنوع و پاسخگوی این تکثری که در جامعه ما هست، آیا این امکان پذیره؟ آیا ما هنوزم باید بر همان اساس مفهوم سازی کنیم که یه عده دارن خدمت میکنن، یه عده دارن خیانت میکنن، یا در این سو روشنفکرانی داریم که روشنفکران دینی هستن و در آن سو روشنفکرانی داریم که روشنفکران سکولار هستند؟ آیا اساساً خود همین تمایز بین روشنفکری که در یک سو روشنفکری دینی ما بهش میگیم و در یک سو روشنفکری سکولار میگیم، از منظر اپیستمولوژیک، از منظر معرفت شناسی، آیا پایه و اساس درستی داره یا نه؟ من اینجا اجازه میخوام یه مقداری متفاوت از کسانی که در عرصه عمومی ایران امروز صحبت میکنن یه مقداری متمایزتر صحبت کنم و ادله خودم رو هم میگم، و اون اینه که من معتقدم اساساً این که بگیم مفهوم سکولار مساوی و مترادف و مساوق با امر عرفیه، این خودش جای پرسشه. یعنی همون ابتدا به ساکن گفتم شاید از منظر اجتماعی در دهه 30، 40، و 50 خورشیدی این امکان بود که از منظر اجتماعی به معنای اینکه نیروهای اجتماعی خودشون رو به گونه‌ای آرایش کرده بودند که اساساً یک عده به دنبال کمونیسم بودند و کمونیسم و سوسیالیسم رو هم به این معنا ترجمه کرده بودند در جامعه میشه گفت بسیط یا ساده ایران در 50 سال پیش که سوسیالیسم یعنی بیخدایی، کمونیسم یعنی ضد دین بودن، و در این سو به عنوان مثال کسانی هستند که دغدغه دین دارن. پس بعد از انقلاب وقتی ما آمدیم تبارشناسی بکنیم حرکت‌های اجتماعی رو، روشنفکران رو، گفتیم یک عده از روشنفکران روشنفکران دینی هستند، یک عده از روشنفکران روشنفکران سکولار هستند.
آیا واقعا سکولار همان معنای عرفی رو میده که از دهه تقریبا 70 و 80 شمسی شما اگر مطالعه بکنید، بسیاری از کسانی که تلاش میکنن تبارشناسی بکنن روشنفکری رو یا جریان روشنفکری و جریانات روشنفکری رو در ایران، میگن که ما روشنفکران دینی داریم یا نواندیشان دینی داریم و در این سو هم روشنفکران عرفی داریم. روشنفکران عرفی اساسا به دین قائل نیستن، عرفی هم یعنی همون سکولار دیگه، و سکولار هم کسانی هستن که غرب زدن در امتداد همون بحثی که جلال آل احمد مطرح کرده بود. نمیدونم تا حالا به این اندیشیدین که اساسا این مفهوم سکولار از کجا آمده، ما چی رو سکولار میگیم. ببینید، اگر از منظر مسیحیت، مخصوصا مسیحیت کاتولیک، از منظر کلیسای مسیحیت کاتولیک به جهان نگاه کنی، جهان نه فقط جهان فیزیکال به معنای هستی، به معنای عالم، وقتی نگاه کنی حقیقتا جهان تقسیم میشه یا عالم تقسیم میشه به دو ساحت. یک عده کسانی هستن که خودشونو وقف خدا، وقف کلیسا و وقف مسیح میکنن. اینها انسانهایی میشن که بهشون میگن اسپریتوال، یعنی کسانی هستن که خودشونو وقف امر روحانی و امر معنوی کردن. یه عده هم هستن از قضا اینها به مسیح باور دارن، به کلیسا باور دارن، به پیام خدا باور دارن، ولی نمیتونن خودشون رو 100% وقف کلیسا بکنن یا وقف امر روحانی بکنن و مشغول به یه کارهایی میشن که اون کارها رو ما بهشون میگیم کارهای سکولار یا سکولوم یا ساحت و فضای سکولوم. اون کارها چیه؟ که کسانی که خودشون رو وقف کلیسا کردن یا وقف خدا کردن، این دیگران به اون کارها اشتغال اینها دارن، ولی مثلا کسانی که به امر روحانی اشتغال دارن به اون کارها، مثلا کسی که ازدواج میکنه، کسی که بچه داری میکنه، کسی که تجارت میکنه، کسی که به امور دنیوی میپردازه، این امور، امور سکولوم هستن، اموری هستن که ربط از منظر کلیسای مسیحیت ربطی به امر روحانی نداره. اینا آدمایی هستن که کارهای عرفی انجام میدن، حالا به زبان مصطلح یا همون اصلش که میگن اینا کارهای سکولار میکنن. این آدما چه جور آدمایی هستن؟ کسی که از منظر کلیسای مسیحیت به این آدمایی که میرن ازدواج میکنن، بچه دار میشن، نمیدونم تجارت میکنن، خونه میسازن، زندگی معمولی و زندگی روزمره دارن، به اینا میگن اینا آدمای لائیک هستن. لائیک بیدین نیست، لائیک یعنی کسی که مشغول امور سکولاره، امور غیر سپریتوال، غیر معنوی و روحانیه. حالا اگر از این منظر ما به تاریخ اسلام بخوایم نگاه بکنیم، حتی به محمد که پیغمبر ماست بخوایم نگاه بکنیم، محمد، اگر بخوایم فرجه و اگر بخوایم به تاریخ و فرج ناب فرجهی و اگر بخوایم به تاریخ اسلام و تاریخ دین اسلام نگاه بکنیم، اون موقع پیغمبر ما که آدم سکولار میشه از این منظر، که چرا؟ چون زن میگرفته، تجارت میکرده، بچه دار میشده، بعد تازه یه سری قوانینی رو در اسلام تعبیه کردن که طلاق هم بدید، یعنی شما میتونی ازدواج بکنی طلاق بدی، نمیدونم اگر بتونی عدالت رو رعایت بکنی یکی دو تا سه تا تا چهار تا هم میتونی زن بگیری. این از منظر کسی که داره از کلیسای کاتولیک داره نگاه میکنه به جهان و به هستی، این که اصلا کلش سکولاره. حالا ببینید، بعضی از کلمات، بعضی از مفاهیم وقتی در نظام معنایی خودش قرار میگیره، در یه سیستمی قرار میگیره، سیستم معنایی، یه استفاده، یه نوع معنایی رو میکنه، ولی اگر شما از داخل اون سیستم این کلمه رو برداری، این مفهوم رو برداری، بیای در داخل یه سیستم دیگه ای بذاری، کل کار رو در یک حالت میشه گفت سیستم رو مختل میکنه. یعنی چی؟ ما که اصلا در داخل جهانبینی اسلامی مفهوم سکولار نداریم. یه مفهومی در جهانبینی اسلامی یا در بگیم در تاریخ تطور اندیشه ایرانی اسلامی در تمدن و مدنیت اسلام بوده و تقریبا هم از همون ابتدا در فقه و حقوق و قضا و اینها استفاده می شده، بهش می گفتن مفهوم عرف.
مثلا اگه یه قاضی میخواسته یه حکمی بکنه، اگر یک به عنوان مثال حالا مثلا دستورالعمل قضایی داشته، وقتی میواده توی شهری، توی محل جدیدی یا توی کشور جدیدی، چون این امپراتوری اسلامی وسیع شده بوده، چه میدونم مردمان و فرهنگ ها و تمدن های هندی و چینی و ایرانی و عربی و بربری و نمیدونم تاتاری و ترکی و همه اینا قاطی بوده، خب کسی که می‌خواسته به عنوان مثال قضاوت بکنی، میگه آقا میگفته به عرف هم باید توجه بکنی، یعنی در کنار شرع شریعت به امر عرف هم توجه بکنی. آیا امر عرف همون سکولار بوده؟ حاشا و کلا. عرف یعنی آن چی که فهم متعارف انسان یا فهم متعارف بشری به صورت خیلی معمول میتونه بفهمه. اون امور متعارف رو میگفتن امور عرفی. حالا شما این امور عرفی رو برداشتی ترجمهش کردی به امور سکولار، یعنی به جای اینکه در داخل دستگاه فکری خودت بیاندیشی، به خاطر گسستی که گسست فکری تمدنی اندیشه‌ای که در این 150 سال اتفاق افتاده، به جای اینکه بیای از عرف، یعنی آن چیزی که عقل متعارف میتونه بفهمه، امور و مشکلات اجتماعی و زندگی روزمره خودت رو رتق و فتقش بکنی، از این مهمترین میشه گفت عامل معرفتی خودتو محروم کردی، اومدی یه تضادی رو درست کردی در وسط جامعه، در بین نیروهای اجتماعی با این عنوان که اینها نیروهای عرفی هستن یعنی سکولارن، اینها نیروهای دینی هستن یعنی نیروهایی هستن که متعهدن، ارزشمدارن و به ارزش‌ها پاسداری از ارزش‌ها میکنن. خود این انشقاق، خود این تمایز کاذب باعث شده که در جامعه ما به جای اینکه ما به سمت همبستگی بیشتر بریم، به سمت این بریم که از ظرفیت‌های موجود هم در حوزه اندیشه هم در حوزه عمل و پراکسیس بتونیم استفاده بکنیم، دوچار یک سری تضادهای کاذب شدیم. مثلا میگیم یه عده از روشنفکرها روشنفکرای دینی هستن، اینها مثلا خدمت میکنن، یه عده از روشنفکرها روشنفکرای سکولار هستن، اینها دارن خیانت میکنن. حالا این رو شما داشته باشیم، بعد از انقلاب یا مخصوصا در این 20-30 ساله اخیر یه اتفاقات دیگه‌ای هم در جامعه ما افتاده. از قضا میگن آقا روشنفکرانی که روشنفکران دینی بودن، آرام آرام خود اینها تبدیل به یک سری اپوزیسیون شدن در جامعه، یعنی به جای اینکه بیان به عنوان مثال دین رو به اون معنایی که حالا در حاکمیت فهمیده میشه، در حاکمیت به مثابه یک معیار مفهوم سازی شده، اون رو باهاش مخالفت میکنن یا اون رو باهاش زاویه دارن. خود این دوباره یه انشقاق دیگری هم در بین نیروهای اجتماعی و در حوزه اندیشه برای ما چی درست کرده. تا اینجا حرفا مفهوم هست یا نه؟ چون نمیخوایم روزه بخونیم، که میخوایم یه چیزی بگیم بین چی میگن یه فضای بین الاذهانی درست بشه. حالا اگر این رو ما قبول بکنیم که امر سکولار امر عرفی نیست و کسانی که روشنفکر هستن قرار نیست تقسیم بشن به روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی، اینجا یه پرسش دیگه مطرح میشه. اساساً روشنفکر یا کسانی که ما بهشون میگیم روشنفکر به مثابه متفکر، اینها قراره چیکار بکنن؟ توی جامعه قراره چه اتفاقی بیفته که این روشنفکرها قرار مثلا اون کار رو انجام بدن؟ ببینید در جامعه ایران ما مثلا یک ساحتی داریم که در اونجا اندیشه و نمیدونم فکر و تفکر و اینها تولید میشه، بهش میگیم ساحت حوزوی. یه حوزه‌ای داریم بهش میگیم که به عنوان مثال باز اونجا هم اندیشه و فکر تولید میشه، بهش میگیم ساحت دانشگاه. خب در این ساحت حوزه و در ساحت دانشگاه چه اتفاقی قرار بوده بیفته که نیفتاده که حالا مثلا روشنفکرها قرار اون کار رو انجام بدن؟ اگه یه نگاهی بندازیم به سیر تحول خود مفهوم روشنفکر در اروپا، مخصوصاً اروپای غربی، تقریبا از حدود عصر روشنگری ما میبینیم یه طایفه، یک گروهی، یک اقلیتی در جامعه شکل میگیرن که کار اینها فقط این نبود که مثلا برن یه تخصصی پیدا بکنن. مثلا یکی میرفته شیمی میخونده میشده استاد شیمی، یکی میرفته نام الهیات میخونده میشده استاد الهیات. اینا یه مقداری از الهیات صحبت میکردن، یه مقداری از علم جدید صحبت میکردن، ولی یه دغدغه بیشتری رو مثل این که دنبالش بودن و اون این بود که چه عواملی
یا چه مؤلفه هایی باعث میشه که تغییر و تحولات اجتماعی این عقب بیفته یا به تعویق بیفته، یا چه کار بکنیم که در جامعه یک وضعیت ایجاد بشه یا یک فضایی ایجاد بشه که تغییر و تحولات اجتماعی راحت‌تر، بهتر و در دسترس همه باشه. خب اون تغییر و تحولات اجتماعی چی بوده؟ چه ایدئال‌هایی رو اینها دنبالش بودن؟ 3-4 تا ایدئال به صورت شعارگونه مطرح شده بود در عصر روشنگری. یکی این بود که فراترنیته باشه، یعنی برادری باشه، یعنی بین مردم یک حس همبستگی باشه که اگر چه حالا به زبان سعدی اگر بخوایم بگیم، اگر چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوا را نماند قرار، یعنی یه همچین حالی توی جامعه باشه. یه ایده یا ایدئال دیگه‌ای رو که به دنبالش بودن ایده لیبرتی بوده یا لیبرته، آزادی، یعنی اینکه اگر به عنوان مثال افراد به مثابه شهروند در جامعه دارن زندگی میکنن، برای بیان خواسته های خودشون، برای تشکل های اجتماعی حداقلی از آزادی ها رو داشته باشن که در برابر چی؟ در برابر خدا نه. یعنی میشه گفت یه خلط مبحثی در ایران صورت گرفته وقتی صحبت از ایدئال های عصر روشنگری میشه، اینی که قراره یه عده در برابر خدا یه چیزایی رو بخوان. بحث خدا نبوده، بحث استیت، بحث قدرت بوده. یعنی یه عده قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی دستشون بوده، حالا به هر دلیلی، مثلا در یه دوره‌ای به خاطر اینکه اینا از خاندان نجبا بودن، اشراف بودن، قدرت چه می‌دونم نسب به نسب اینها می‌رسیده، اینا نمی‌خواستن اجازه بدن کسی این معادلات قدرت رو به هم بریزه. بعد یه دوره‌ای گذشت، کسانی که بورژوا بودن، چه می‌دونم به خاطر اینکه بیزنس، تجارت‌های بزرگ داشتن، اینا قدرت رو به دست گرفتن. افراد مختلفی که در یک حوزه قدرت رو به دست می‌گرفتن، دوست نداشتن که این قدرت در اختیار همه باشه. در برابر یک قدرت سرکوبگر، بحث و ایده و ایدئال لیبرتی یا آزادی مطرح شد. یکی از ایدئال‌های دیگه‌ای که در بین اینها مطرح شد، بحث ایکوالیتی یا همون برابری و عدالت اجتماعی یا اگالیته، یعنی بگونه‌ای باشه که تمامی افراد جامعه بتونن از حالا ساختارهایی که در جامعه وجود داره، امکانهایی که در جامعه وجود داره، اگر ثروتی در جامعه تولید شده، این ثروت به صورت مساوی و به صورت برابر، برادرانه و برابرانه در جامعه توزیع بشه. متفکرانی که دغدغه نقد قدرت و نقد مناسبات قدرت رو داشتن، به اینا میگفتن روشنفکر، به اینا میگفتن اینتلیکچوال. اینا قرار بوده نگاه بکنن ببینن کجا توی جامعه به نظر میاد یه چرخی درست نمیچرخه، کجا مناسبات به گونه ای تعبیه شده که به جای اینکه به عنوان مثال ما رو به سمت برابری و برادری بیشتر ببره، شکاف طبقاتی ایجاد میکنه، اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه. و این اختلاف طبقاتی ممکنه، مثلا میگم 100 سال قبل در مورد این بود که دستمزدها چگونه بود، یا در مورد مثلا میگم در بین جنسیت ها، بین زن ها و مردها، اگر مثلا یه مردی 1 ساعت کار میکرد، مثلا میگم 60 تومن بهش میدادن، اگه یه زنی همون کار رو انجام میداد، مثلا بهش 20 تومن میدادن. میگفتن چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه تو زنی، به خاطر جنسیتش مثلا چی سعی میکردن اون رو حالا سرکوب بکنن، حق حقوقش رو ندن. امروز شما نگاه میکنی به عنوان مثال فضایی در جامعه ممکنه ایجاد بشه، این فضای اختلاف طبقاتی، این فضای توزیع ناعادلانه منزلتها، ثروت و مقامها و پستها و فرصت‌های اجتماعی، مثلا میگم توی چینش آموزش پرورش خودشو نشون بده. مثلا میبینی کسانی که پولدارترن میرن مثلا بچه‌هاشون میرن مدرسه‌هایی که داخل گیومه بهش میگن غیر انتفاعی، ولی اساساً همش توش انتفاع و منفعت هست. یعنی مدارس واقعا انتفاعیه. من نمیدونم اینا رو چرا میگن غیر انتفاعی، البته وقتی ازشون پرسیم میگن غیر انتفاعیش به این دلیله که ما از دولت هیچ کمکی نمیگیریم، به خاطر این میگن غیر انتفاعی، ولی همش توش میشه گفت یک جور سازوکار تجارت هم هست. مثلا فرزندانشون رو میفرستن اینجا، بعد خود این باعث میشه که این فرزندان موقعیت‌های اجتماعی و مناصب و مثلا منزلت‌های اجتماعی بیشتر و بهتری پیدا کنن. آرام آرام اساساً آموزش و پرورش ما به سمتی میره که منزلت‌های اجتماعی رو به صورت نهادینه ناعادلانه تنظیم میکنه. کسی که روشن فکره، کسی که دغدغه اجتماعی داره، باید تلاش بکنه این مناسبات رو، این وضعیتی رو که در جامعه میره به سمت اینکه شکاف‌های طبقاتی و اختلاف طبقاتی رو بیشتر کنه، چیکار بکنه؟ اینها رو تحلیل بکنه. یعنی روشن فکر کسیه، یا یک میشه گفت یه تیپی از متفکره که هم اهل تحلیله و هم به گونه‌ای که حالا این رو
اریک فروم میگه، میگه که روشنفکر کسیه که هم قدرت آنالیز داره و هم قدرت پیام آوری داره. یعنی فقط قرار نیست به اینجا مثلا در مورد شیمی صحبت کنه، یا فقط بیاد مثلا در مورد چه میدونم مسائل مثلا علم و تخصص خودش به زبان تخصصی صحبت بکنه. یه زبانی پیدا میکنه که با مردم، با کسانی که زندگی روزمره رو دارن تجربه میکنن، ممکنه اختلاف طبقاتی رو تجربه کنن، مشکلات و مصائب زندگی اجتماعی رو تجربه کنن و حالا میشه گفت مناسبات قدرت سرکوبگر رو دارن تجربه میکنن، حالا هم از منظر سیاسیش، هم از منظر فرهنگیش، هم از منظر دینیش، هم از منظر اجتماعی، ولی قدرت بیان اون رو ندارن. متفکر به مثابه روشنفکر تلاش میکنه که زبان مردم باشه. در برابر چی؟ در برابر خدا نه، در برابر قدرت، در برابر مناسبات قدرت. مفهومه؟ ببینید، همون جوری که ابتدای سخنم گفتم، شاید در یه دورانی گفتمان دوگانه سازی جواب میداد، پاسخ میداد. شاید اساسا شرایط جهان هم به گونه‌ای بود. چرا؟ مثلا در یک سو کمپ و اردوگاه سوسیالیسم جهانی بود، در یک سو کمپ و اردوگاه مثلا کاپیتالیسم بود و متفکران یا کسانی که روشنفکر بودن اساساً به سمت این می‌رفتن که یا یک مثلا ایدئال‌هایی رو که سوسیالیسم جهانی تبلیغشون می‌کرد به اون سمت برن و قدرت مستقر رو به مثابه این که در کمپ کاپیتالیسم قرار گرفته نقدش بکنن و اون رو به عنوان مثال در یک فضای خیانت آلود ببینن. ولی امروز که اون میشه گفت دوگانه جهانی وجود نداره، یعنی اینور سوسیالیسم اینور به عنوان مثال کاپیتالیسم نیست، جهان تبدیل به یک جهان چند قطبی شده، یعنی الان مثلا ما نمیدونیم چین به عنوان مثال ماویست سوسیالیست رو در کمپ کاپیتالیستا قرار بدیم یا در کمپ سوسیالیستا قرار بدیم. اقتصادش اقتصاد کاملا سرمایه‌داریه، ولی خب قدرت و ساختار و قدرتش به نظر میاد هنوز دست کمونیستاست. مثلا برزیل رو ما کجا قرار بدیم؟ هندوستان رو کجا قرار بدیم؟ اتحادیه اروپا اگر در کمپ به عنوان مثال سرمایه‌داری، روسیه رو ما کجا قرار بدیم؟ آیا روسیه به عنوان مثال در کمپ سرمایه‌داری قرار گرفته یا در کمپ به عنوان مثال سوسیالیسم جهانی؟ این کلان گفتمان‌ها، این کلان روایت‌ها امروز به گونه‌ای تغییر میشه گفت جغرافیا داده و ما در یه جهانی داریم زندگی می‌کنیم که جهان چند قطبیه. در جهان چند قطبی و در ایران خود ما اگر کسی بخواد کار روشن فکری بکنه، چگونه می‌تواند اون فانکشن یا اون کارکرد اجتماعی خودشو داشته باشه؟ من فکر می‌کنم حداقل ما نیاز به یک بازخوانی یا نیاز به یک بازپردازش مفهومی داریم، به این معنا که اگر کسی بخواد در این عرصه یک حرکتی انجام بده، حداقل جامعه رو باید بیاد در سه لایه ببینه. یه لایه لایه‌ای که من بهش میگم عرصه عمومی، یه لایه لایه‌ای که من بهش میگم عرصه سیاست‌گذاری، یه لایه لایه‌ای که من بهش میگم عرصه سیاست‌مداری. در ایران یکی از لایه‌های بسیار بسیار مهمی که می‌تواند معضلات جامعه رو، می‌تواند به انهای مختلف ترمزهایی رو که توی جامعه وجود داره اونها رو رفع و رجوع بکنه، اون لایه دومه، لایه‌ای که بهش میگن سیاست‌گذاری یا سوشال پالیسی میکینگ. در بسیاری از جوامع توسعه یافته یا جوامعی که به سمت توسعه میرن، معمولاً این لایه خیلی قویه، حتی از لایه سیاست‌مداری. در ایران معمولاً یا در اغلب جاها ما وقتی نگاه میکنیم، این عرصه سیاست گذاری یا یه خیلی لایه بسیار نحیفیه، یا اساساً بهش توجه نمیشه، یا سوریه. یعنی چی؟ ببینید، در عرصه عمومی ما باید فضای ایجاد بکنیم که ایده ها پرداخته بشه. حالا اندیشمندان متفاوت، متفکران متفاوت، روشنفکران با نهله‌های متفاوت بتونن در عرصه اجتماعی بیاندیشن. ولی آدمایی مثلا مثل من نمیتونن تو حوزه سیاست گذاری کاری بکنن، چون نه زبان گفتگو با قدرت رو بلدیم، نه لابی‌های
قدرت رو میشناسیم، ولی یه سری آدم ها هستن، این آدم ها در اون عرصه میانی هن. یعنی یه گوششون، یه چشمشون به جامعه است، به اینکه نبض جامعه رو بفهمن چگونه است، یه گوششون و یه چشمشون هم به قدرته، یعنی میدونن با قدرت چگونه صحبت کنن. اینا آدم هایی هستن که میتونن این ایده های سرگردان رو در جامعه بگیرن، اینها رو جذب بکنن، مفهوم سازی بکنن، تدوینشون بکنن، به صورت سوشال پلیسی، به صورت مؤلفه های اساسی سیاستگذاری به سیاستمدارا بدن. یعنی به جای اینکه سیاستمدار خودش بخواد وارد جامعه بشه، مثلا میگم یکی از بحث هایی که امروز در جامعه ما مطرحه اینه که علوم انسانی رو چیکار بکنیم. یه دفعه میبینیم مثلا یه کسی میگه آقا علوم انسانی غربیه، یه کسی میگه علوم انسانی رو باید اسلامی بکنیم، یکی میگه اصلا سرفصل ها رو باید چی میگن عوض بکنیم. همه یه دفعه میمونه چه اتفاقی افتاده. چرا؟ اگر کسانی که در عرصه عمومی هستن ایده پردازی بکنن و کسانی که در عرصه و لایه سیاست گذاری هستن بتونن این ایده ها رو بگیرن، به جای اینکه سیاستمدار مستقیم بخواد با جامعه صحبت بکنه یا آمران صحبت بکنه، این عرصه سیاست گذاریه که میتونه ایده ها رو به صورت سیاست های مدون بده به سمت بالا. حالا چه کسانی میتونن در عرصه سیاست گذاری باشن؟ در ایران معمولا کسانی که خیلی خسته شدن یا نمیدونم از این پست به اون پست رفتن، مثلا میگن حالا شما برو مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثلا شما حالا برو تو مجمع تشخیص مصلحت، چون همه کارا رو کردی، خسته شدی و فهم میکنی یه سری تجربیاتی داری، با این تجربیات شما میتونی کجدار مریض امورات رو مدیریت بکنی. در حالی که سوشال پلیسی یا همون عرصه سیاست گذاری یکی از مهمترین و علمی ترین موضوعات جهان مدرنه. یعنی چگونه می شود در تمامی عرصه‌هایی که جامعه‌ای که به این پیچیدگیه و در یک جهان بسیار پیچیده داره زیست میکنه، یعنی زیست جهان و زیست بوم ایرانی در یک وضعیت پیچیده و در یک جهان پرمخاطره داره زیست میکنه، چگونه اینها رو شما بتونی مدیریت بکنی؟ کسانی باید باشن که واقعا سوشیال پلیسی رو به مثابه یک علم ببینن. من در مورد روشنفکری گفتم که شاید اگه کسی بخواد تبارشناسی بکنه، اینتلیکچوال رو یا مفهوم روشنفکر رو بخواد مثلا برگردونه به این که خب داره از پارادایم عصر روشنگری داره پیروی میکنه. در برابر این یه عده آمدن مثلا گفتن نه ما روشنگریم، یه عده آمدن گفتن ما به دنبال روشنفکر اسلامی هستیم، یه عده آمدن گفتن روشنفکر دینی، یه عده آمدن گفتن روشنفکر مثلا نواندیش، یه عده آمدن گفتن روشنفکرانی که مثلا سکولارن. هر کسی از یه منظری خواست مفهوم روشنفکری رو به گونه‌ای میشه گفت تبارشناسی بکنه، ولی شاید من یه مفهومی رو میخوام اینجا ارائه بدم، شاید حالا البته روش باید بیشتر هم کار بشه، و اون روشنفکر به مثابه روشن ذکر. یعنی چی؟ یعنی کسی که یاداوری بکنه در عرصه عمومی، به ما تذکر بده در عرصه عمومی یه سری از ایدئال های انسانی رو. شاید هر جامعه‌ای درش باید افرادی باشن که در عرصه عمومی در فرصت های مختلف، در فرصت‌های گوناگون، بدون اینکه تعلق خاطر به این جناح یا به اون جناح یا به این حزب یا به اون حزب داشته باشن، اساساً کلیت جامعه رو در نظر بگیرن، حتی در یه مستوای کلیت جامعه انسانی رو در نظر بگیرن و ایدئال‌های مانند عدالت، حقیقت، زیبایی، برادری، برابری، آزادی، اینها رو بتوانن در جامعه یادآوری بکنن. یعنی بعضی وقتا ما چنان در زندگی روزمره خودمون غرق میشیم، چنان در چارچوب‌های جناحی و سیاسی و حزبی و مذهبی و فرقه‌ای خودمون درگیر میشیم که دیگری رو نمیتونیم ببینیم و دیگری رو به مثابه یک فرصت نمیبینیم، دیگری رو به مثابه یک خصم میبینیم. مثلا شما یه نگاهی بندازیم به وضعیتی که امروز در منطقه ما هستش، حالا گروه‌های مختلف، حالا اینا ریشه هاشون چیه، استعمار اینها رو درست کرده، استکبار اینها رو درست کرده، ولی چرا این منطقه ما مستعد این نوع مسائله؟ به دلیل اینکه چنان درگیر
گرفتاری ها و چنان درگیر دنیای درون خودمون میشیم، یعنی جهان رو فقط از فرقه از چشم فرقه خودمون، از چشم جناح خودمون، از چشم مثلا حزب و گروه خودمون میبینیم و دیگری رو نمیتونیم به مثابه یک انسان ببینیم، اون ایدئال ها رو فراموش میکنیم. شاید روشنفکر کسیه که به گونه ای تذکر میده، به گونه ای میشه بهش گفت روشن ذکره، یعنی یک راه روشنی رو یا ایدئال های روشنی رو تلاش میکنه در جامعه به اونها تذکر بده و جامعه رو برای رسیدن به اون وضعیت مطلوب که علامه جعفری میگه جامعه معقوله که در اون جامعه کسها به چیزها تبدیل نشن. یعنی شما نگاه بکن، مثلا وارد دانشگاه میشی، وارد یه سازمانی میشی، وارد عرصه اجتماعی میشی، آیا ببین وقتی که پیش از این که مثلا در دامن پرمهر خانوادت بودی، وقتی وارد اون سازمان شدی، اون سازمان اون فضا رو به تو میده یا اون جامعه این فضا رو به تو میده که اون ایدئال ها یا اون ظرفیت ها یا اون میشه گفت قوت های بالقوه ای که در وجود تو وجود داره اونها به فعل برسه، خود شکوفا بشی؟ آیا اون سازمان تو رو سرکوبت میکنه؟ آیا اون وضعیت اجتماعی باعث میشه که تو مثلا مطرود بشی؟ اگر همچین وضعیتی باشه، مطمئن با شما به سمت یا جامعه ما به سمت جامعه معقول حرکت نمیکنه، به سمت وضعیت مطلوب نمیره، بلکه داره به سمت یک وضعیت غیر معقول میره. چرا؟ چون کسها به چیزها تبدیل میشن، یعنی یک وضعیت شیواره در جامعه شکل میگیره. یا همان گونه که اریک فروم میگه که در جامعه‌ای که روابط اجتماعیش از فرم‌های نکروفیلیک به سمت فرم‌های بیوفیلیک میره، اون جامعه جامعه سالمه. یعنی چی؟ نکروفیلیک یعنی کسی که علاقه داره به شیوارگی. یعنی مثلا میگم شما نگاه میکنی یه طبیعت زیبایی رو میبینی، این طبیعت زیبا رو وقتی بهش نگاه میکنی، مثلا باغ داره، بوستانه، لذت ازش نمیبری، میگه خب چی؟ مثلا 5000 هکتار مثلا زمین کشاورزیه یا مثلا باغ بوستانه، میگه این به تو لذت نمیده. اینو چی میگم؟ باغاشو خوش میکنی، درختاشو خوش میکنی، بعد اونجا مجتمع بزرگ میسازی، مثلا 100 واحد 200 واحد خونه میسازی، بعد اونا رو میفروشی، تبدیل به پول میکنی که یک شیء مرده است. چرا؟ ولی این شیء مرده به تو امکان میده، به تو ظرفیت میده، ولی اون باغ و نمیدونم بوستان و اینا چی؟ این پولا رو میذاری تو حساب، استفاده میکنی، بعد تازه لذت میبری. یا مثلا در ارتباط مثلا زناشویی یا در ارتباط با یه دوست، وقتی با هم دیگه در یک حالت پویایی و شادابی هستی، تو اون رابطه تو حس میکنی یه چیزی ناراحتت میکنه، میگی بذار من این دوستمو ضایع بکنم، این مناسباتو به سمتی ببرم که اونو خوردش بکنم. وقتی خوردش کردی تازه میتونی باهاش رابطه برقرار بکنی، کنه انسان از پویایی از شادابی نمیتونه لذت ببره. اریک فروم میگه در جامعه ای که وضعیت و مناسبات اجتماعی به گونه ای باشه که انسان ها در یک حالت بیوفیلیک قرار نگیرن، در یک حالت پویایی و شادابی و خودشکوفایی قرار نگیرن، اون جامعه جامعه سالم نیست. شما نگاه بکنید، اگر در جامعه ما در هر کدوم از حوزه‌هاش اگر به این سمت داری میری که دیگری رو و دیگران رو خودشکوفا بکنیم و امکانات و ظرفیت‌های موجود رو بهتر بکنیم و مطلوب‌تر بکنیم، مطمئن باشین که داریم ما به سمت درست میریم. ولی هر جا بالعکسش باشه یا تضعیف بشه یا در جایی که فقر تولید بشه و توزیع بشه، مطمئناً در اونجا اون مناسبات معقول نیست و اون جامعه نمیتونه به سمت جامعه سالم بره. روشنفکر کسیه که تذکر میده، یعنی به گونه ای سعی میکنه در عرصه عمومی تذکر به این بده که چه ایدئال هایی در جامعه در حال غیبت و افوله و چه ایده ها و ایدئال هایی در حال طلوعه. آیا ایده ها و ایدئال هایی به عنوان مثال انسان محورانه، دگر محورانه و اینکه اساسا عدالت محورانه در حال ظهوره یا بالعکسش؟ من صحبتم تموم شد، خسته نباشید. تشکر کنم از جناب آقای دکتر سید جواد نیری که از صحبت‌های زیباشون استفاده کردن. یک بار دیگه تشکرش می‌کنم. من در این سال چند تا سالی که مطرح شده دارم، در این سال مطرح می‌کنم که
روشنفکری نداریم در اسلام روشنفکری نداریم یه خورده سوال مبهمیه. اینکه در اسلام آیا اصلا به اینکه ما به ببینید یه حدیثی هست از پیامبر که میگه اگر کسی صبح برخیزد و به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد اونو مسلمون شما فرض نکنید. اینکه انسان اهتمام داشته باشه به دیگری، اهتمام داشته باشه به جامعه خودش و فراتر از خودش یک زندگی و هستی رو ببینه، اونجا من فکر میکنم دغدغه دیگری همون جاییه که میشه حالا اگه به زبان امروز بخوایم بگیم نخوایم هم وصلش بکنیم به شرق و غرب، اینی که انسان روشنفکری، انسانی که اهتمام به دیگری داره. روشنفکر کسیه که حالا شما از شریعتی یک کلیپ گذاشتی، شریعتی میگه که روشنفکر
شاید مثلا تحصیلات آکادمیک هم نداشته باشه، متخصص توی حوزه‌ای هم نباشه، ولی همین که دغدغه جامعه خودشو داشته باشه، دغدغه عرصه عمومی رو داشته باشه، دغدغه این رو داشته باشه که بهروزی و بهبودی جامعه خودشو بخواد، هم اسلام انسان رو به اون سمت به عنوان مثال ترغیب میکنه، هم عقل انسان انسان رو به این میپردازونه یا به این رهنمون میکنه که نسبت به دیگری و نسبت به جامعه خود دغدغه داشته باشه. یکی دیگه از دوستان پرسیدن که دین سنتی که همه ما کمابیش باهاش آشنایی داریم و دینی که معلوم شریعتی از آن تعریف در برابر، آیا اکنون اگر شریعتی در قید حیات بود و شاهد دینی میشد، که چهار دهه قدرت مملکت را دارا است و در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی نفوذ کرده، چه نوع برخوردی خواهد داشت؟ آیا گفتمان شریعتی میتواند بار دیگر دینپذیر باشد؟ ببین گفتمان شریعتی میتونه همیشه آخر سوالاتش یه مقداری مبهمه، اول آدم میفهمه ولی آخر کاش دوستان خودشون میگفتن آدم میتونست گفتگو بکنه. ببینید این که اگر شریعتی امروز بود چگونه مثلا عکس العملش چگونه بود، من اینجا دو تا نکته باید بگم. برخی ها در ایران دوست دارن اینگونه بگن که گفتمانی رو که شریعتی مطرح کرده بود هیچ ربطی به نظام جمهوری اسلامی نداره، یعنی اساساً این نظامی که امروز شکل گرفته در امتداد گفتمان شریعتی نیست و اساساً شریعتی ضد این گفتمانه، نه اینکه عمل کرده امروز جمهوری اسلامی. من فکر میکنم این جای پرسش داره. در کتاب اخیری که من نوشته بودم در مورد آزادی و تاریخ یه مقداری تلاش کردم این بحث رو مطرح کنم، چون خود این بحث دامنه‌داری، ولی اینکه شریعتی اساساً اگر بود نسبت به مناسبات امروز، مناسباتی که در جامعه امروز شکل گرفته، آیا رویکرد توجیهی می‌داشت یا رویکرد انتقادی؟ یقیناً تفکر شریعتی و تفکر روشنفکرانی که به اونها روشنفکران دینی میگن و شاید بهتر بشه گفت روشنفکران ارگانیک، اینها رویکردشون انتقادیه. یعنی هر جا به گونه‌ای اساساً مناسبات به سمتی بره که اختلاف‌های طبقاتی و نمیدونم شکاف‌های طبقاتی، عدم توزیع عدالت محورانه، نه فقط ثروت به معنای پول، تمامی مناسبات اجتماعی وجود داشته باشه و بعد سعی بکنه خودشو بازتولید بکنه و اون بازتولیدی مناسبات غیر عادلانه رو تقدس هم بهش بده، سعی بکنه مقدسش بکنه، یقیناً در یک موضع انتقادی قرار داشت و این وضع رو و این وضعیت رو نقد میکرد. در گفتمان دو شریعتی و آثار متحرمی و اکثر گفتمان ها شخصیت ها خود دین میده و مشاهده میکنیم که کلیت نفی شده است. نظر شما در گفتمان چیست؟ کلیت چی؟ نفی شده است. ملیت نفی. نه اینم من فهم میکنم. ببینید اینکه ما شریعتی رو یا متحری رو چگونه خانش بکنیم، خود این هم من فکر نمی کنم یه کار خیلی ساده، همین که مثلا ما فکر کنیم یه کتاب از شریعتی یه کتاب از متحری رو بخونیم بعد بگیم که بله شریعتی مثلا ملیت رو نفی کرد یا به عنوان مثال متحری ملیت رو نفی. متحری کتابی داره به نام خدمات متقابل ایران و اسلام، یعنی اساساً معتقده که ایرانیت و اسلامیت به گونه اگه بخوایم ملیت ایرانی رو تعریف بکنیم، یه بالش ایرانیته، یعنی که ایران تاریخ باستان داشته، ایران قبل از اینکه ورود اسلام بهش باشه یک هویتی داشته، ولی بعد از اسلام هم باز اسلام کمک به بالندگی و پویندگی همین عنصر ایرانیت کرده، یعنی ایرانیت و اسلامیت در تضاد با هم دیگر نیستن. شریعتی هم به یک گونه ای همچین در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامیش به این پرداخته، ولی نگاه شریعتی نسبت به مسائل جهان اسلام با نگاهی که امروز در بین برخی از اندیشمندان و متفکران ایرانی که من از اونها با عنوان متفکران باستانگرا یا نو باستانگرا یاد میکنم با اونها متفاوته. چرا؟ ببین این دوستانی که در مورد ایران و ایرانیت صحبت میکنن بدون اینکه به مسائل اسلام، هویت اسلامی، هویت شیعی و هویت تاریخی ایران اهمیتی براش قائل باشن، میگن که آقا ایران هیچ ربطی به این چیزی که ما بهش میگیم جهان اسلام داره نداره.
ولی افرادی مانند شریعتی معتقد بودند در این 1400-500 سال یه اتفاقی در این منطقه‌ای که از تقریبا جنوب اسپانیا تا نزدیکی‌های مسکو و اون وقت چین و شبه قاره هند و آناتولی و برید تا نمیدونم مناطق بالکان و ایران و آسیای مرکزی و قفقاز، در یه همچین وضعیتی که ما بهش میگیم جهان اسلام، یه پیوست فرهنگی ایجاد شده. حالا این پیوست فرهنگی رو ما چگونه باید مفهوم سازی کنیم؟ آیا این پیوست فرهنگی که ما رو مثلا با عرب ها، با ترک ها، با قرقیز ها، با قزاق ها، با پاکستانی ها، نمیدونم با ترک ها، با اینا مربوط میکنه، ربط میده، آیا این یه چیز بدیه؟ ما باید سعی کنیم این رو به عنوان مثال سرکوبش کنیم یا یه ظرفیتی؟ حالا از این ظرفیت چگونه استفاده کنیم دیگه بحثای دیگه ای رو مطرح میکنه. چرا در کشور ما نگاه روشنفکران نگاهی تو هم و شفاکی برای بیده تمامی هست؟ نگاه به روشن فکران یا نگاه روشن فکران؟ نگاه به روشن فکران. خب ببینید اساسا نگاه به روشن فکران. خب ببینید حالا نگاه به روشن فکران، آیا مردم نگاهشون به روشن فکران مشکوکن یا قدرت نگاهشون به روشن فکران؟ خب قدرت هر جا نسبت به کسی که نقدش بکنه، نسبت به اینکه به عنوان مثال مناسباتشو برملا بکنه و اون تقدس زدائی بکنه، در همه جای دنیا خب نسبت به اون مشکوک، نسبت ازش بعدش میاد، مثلا دوست نداره، سعی میکنه مثلا مطرودش کنه، سعی میکنه مثلا چه میگم فاندشو یا اون سرمایه‌ای که بهش داده میشه اینو ازش بگیره، یا اگه تونسته مسکوتش بکنه. اگر خیلی نهاد قدرت ریپرسیو سرکوبگر باشه، حتی مثلا تبعیدش بکنه، زندانش بکنه، چه میدونم مثلا از یه کاری کنه، از کشور مثلا خروج بکنه، خارج بشه، در همه جای جرمن میشه. قدرت نسبت به کسی که نقادی میکنه و توجیه وضع موجود نمیکنه، خب روی خوشی نداره. شما مثلا توی سازمان نگاه بکن، حالا در خیلی اشل بزرگ کشور و جهان نگاه نکن، مثلا تو پژوهشگاهی که من اونجا کار میکنم یا تو دانشگاه، شما اگه دو سه بار مدیر اون دستگاه شما رو دعوت بکنه تو جلساتش و بعد تو اون جلسات شما نقد بکنی، مثلا میگه آقا این کاری که داری میکنی دیگه خیلی خیلی محترمانه بخواد باید رفتار کنه، دیگه دفعه سوم تو رو دعوت نمیکنه. نه خیلی بخواد مثلا خشن باشه، خشونت داشته باشه، ممکنه پستی رو که به اداده ازت بگیره، خیلی چیز بشه یه کاری میکنه که از اونجا انتقالی بگیری بره یه جای دیگه. یعنی بعدم تو فرهنگ ما متاسفانه، تو فرهنگ ایرانی متاسفانه، کسی که پرسشگری میکنه در ادبیات فارسی زیاده، پرسشگر رو خصم نام نهادن، میگن خصمه، خصم چنین گفت، دشمن چنین، که نه اگه پرسشگری بکنی شما یه کار زشتی کردی، بهتره که پرسش نکنی، سکوت اختیار کنی. سوال بعدی، به نظر شما روشنفکری دینی بیشتر از سوسیالیست تأثیر پذیرفته است یا لیبرالیست؟ ببینید اولا همونجور که توی سخنان توی حرفام گفتم، این خود این تمایز بین روشنفکری دینی و روشنفکری سکولار محل بحثه، ولی اگر به همون معنای مصطلح هم بگیم، روشنفکری دینی قبل از اسلام، خیلی میگم قبل از اسلام، قبل از انقلاب اسلامی خیلی متأثر از میشه گفت گفتمان چپ یا سوسیالیسم بود، یعنی به جامعه، به کلیت، حق و حقوق، نمیدونم عدالت اینا. روشنفکری دینی بعد از انقلاب اسلامی مخصوصا از دهه 70 خیلی چیز شده، میشه گفت از اون ایدئال‌های کلان و عدالت و جامعه و اینا آرام آرام فاصله گرفته و بسیار متأثر از الهیات لیبرالی شده. مثلا بحث‌های آقای سروش، بحث‌های آقای به عنوان مثال مجتهد شبستری، بحث‌های آقای ملکیان، بحث‌های کسانی که تو این حوزه دارن کار می‌کنن، شما دنبال بکنی دیگه اون جامعه، دولت، نقد قدرت، اینا آرام آرام داره به سمت میره. سعی کن دنیای درونتو خوب کنی، سعی کن انرژی مثبت پیدا کنی، سعی کن ایجابی فکر کن، به خودت فکر کن، خودتو بهبود بده، به سمت نیروانا برو، به سمت، یعنی به این سمت داره. به نظر میاد که از اون گفتمان سوسیالیستی چپی قبل از انقلاب خیلی فاصله گرفته.
آیا دین اسلام به طور کلی با روشنفکران موافق است یا خیلی؟ خیلی سوال بزرگ و کلیه. ببین اسلام کدوم قرائت، مثلا اسلام شیعی، اسلام سنی، نمیدونم مثلا قرائت مثلا فقاهتی از اسلام، قرائت سوسیالیستی از اسلام، قرائت لیبرالی از اسلام، کدوم قرائت از اسلام؟ قرائت مثلا حاکمیت از اسلام، قرائت به عنوان مثال چه میدونم مثلا کسی که حالا در حاکمیت نیست، خیلی تفاصیل و یعنی اساسا اگر حالا حداقل به اون تعریفی که من بهش قائل هستم، اگر روشنفکری رو اهتمام به دیگری، اهتمام به جامعه، اهتمام به امر اجتماعی، اهتمام به این که وضعیت فقط خودم رو خوب نکنم، یعنی شما نگاه میکنید در اسلام هزاران به عنوان مثال مؤلفه وجود داره که تو رو متوجه جمع میکنه، متوجه جماعت میکنه، متوجه جامعه میکنه. مثلا میگه به عنوان مثال زکات بده، صدقه بده، نمیدونم خمس بده، اینو بده اون، یعنی همه اینی که آقا جون من اگه تو چیزی هم پیدا کردی فکر نکن فقط مال خودت، فقط گلیم خودت تو بعد از آب بیرون بکشی. اگه به این معنا باشه من فکر نمیکنم اسلام با روشن فکری مشکلی داشته باشه. با توجه به شرایطی که اکنون در جامعه ما وجود دارد به نظر شما جایی روشنفکران خالی به نظر نمیرسد؟ من به عنوان یک دانشجو برای حضور روشنفکران در جامعه چه کاری میتوانم بکنم؟ خیلی سوال سخت، سوال سختیه. ببین من همیشه توصیه‌ام به دانشجوها اینه که درسشون رو خیلی باید خوب بخونن، یعنی اگه واقعا میخوان، برای اینکه واقعا ببینید وضعیت جامعه ما، مثلا اگه شما توی سوئد بودی من مثلا میگفتم پدر مادر شما واقعا شاید به اندازه یه ارزن ممکنه در حق شما مثلا فداکاری نکردن. چرا؟ چون از اون موقعی که به دنیا میای همه چیز تو مثلا استیت یا خود دولت متکفل میشه. میخوای بری مثلا پیش دبستان، خود دولت متکفل میشه. میخوای بری دبستان، دبیرستان، بعد دانشگاه، بعدم که خودت میری سی زندگی خودت. ولی توی ایران از همون لحظه‌ای که به دنیا میای دولت همچین کار شاقی برای تو نمیکنه. میخوای بری مثلا بچه رو میخوای بفرستی مهد کودک، باید خودت پول بدی. میخوای بفرستی پیش دبستانی، باید مادر پدر پول بدن. مدرسه هم که میری، تازه مدرسه اسمش دولتیه، باز به انهای مختلف شما باید یه پولی بدی. دانشگاه هم که دیگه میدی دیگه هیچ، همه چیزت باز دست مادر پدرت، باید مثلا هزینه تو بده تا وقتی میخوای ازدواج کنی. خب تو این وضعیت، تو این ساختارها، یکی از کارهای مهمی که من فکر میکنم دانشجو باید انجام بده اینه که واقعا تو اون درسی که داره میخونه واقعا مجتهدانه بخونه، یعنی یه کاری کنه که تو اون درس خودش مثلا مطمئن باشه که دیگه هیچی کم نذاشته. اگرم میخواد فعالیت فرهنگی اجتماعی بکنه، سعی بکنه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعیش به گونه‌ای باشه که عام المنفعه باشه، به همه سود برسونه. اینو من میگم، فکر می‌کنم اولین اولویت درسه، درس به معنای واقعی، نه اینکه فقط پاس بکنی. امروز برخی از جریانات سیاسی کشور سعی دارن روشنفکران رو مخالف انقلاب اسلامی جلوه دهن. نظر شما چیست؟ نه اینطور نیست. من فکر میکنم ببینید اولا یه سری میشه گفت مفهوم سازی هایی شده، مثل همونی که گفتم روشنفکری دینی، روشنفکری سکولار، اینا از نظر معرفت شناختی نیاز به بازبینی داره. در یه دوره 50 سال قبل، 60 سال قبل یه بحثایی در جامعه ما شکل گرفت، نیروها و آرایش نیروها شکل گرفت. الان 40 سال از تثبیت جمهوری اسلامی میگذره، ما امروز نیاز نداریم مثل 50 سال قبل فکر بکنیم، امروز نیاز نداریم که دیگران رو به گونه ای ببینیم که فکر کنیم اونها میخوان اساس مثلا نظام رو تهدید بکنن. ولی تفاصیل متفاوت در جامعه وجود داره و حکومت و حاکمیتی میتونه استمرار داشته باشه و قدرتمند باشه و کارایی بیشتر داشته باشه که بتونه نگاه‌های متفاوت رو در درون خودش تحمل کنه و از ظرفیت‌هاشون استفاده کنه. اگر بتونه نظام ما یه همچین کاری رو در جامعه شکل بده، مطمئن باشید که هم تداومش بیشتر خواهد شد، هم استمرارش قوی تر خواهد شد. روشنفکران هم نظام رو تهدید نمی‌کنن، اون چیزی رو که دارن تهدید می‌کنن اون تفاسیر تنگ نظرانه از دیگری و جامعه و دین ده، اونو ممکنه تهدید بکنن و اون میشه گفت اساساً نگاه تنگ نظرانه به جامعه دیگه جایی نمیتونه داشته باشه، باید آروم آروم عوض بشه، متحول بشه. برخی از جریانات فکری کشور بدون توجه به خدمات و اثرات مثبت روشنفکران واقعی سعی در تحقیق این جریانات به نفع خود دارند و فقط روشنفکرانی که موافق و متصل رو روشنفکر واقعی میدانند. نظر شما چیست؟ خب
خب اینم برمیگره به همون تفسیر تنگ نظرانه. یعنی اگه مثلا چی میگن، تمجید منو بکنی یا تمجید وضعیت موجود رو بکنی، تو مثلا روشنفکر خوبی هستی، مثلا به تو میگه مثلا چی میگن، مثل قدیم بچه‌ها بود گفتن خوب ها، اونی که مثلا بدها، این یعنی کسی که در یک میشه گفت مستوای حاکمیت قرار میگیره، حاکمیت باید بتونه ابعاد مختلف زندگی متنوع و متکثر جامعه ایرانی رو ببینه. جامعه ایرانی جامعه 50 سال قبل که نیستید، جامعه حتی 20 سال پیش هم نیست، بسیار متحول شده و این تحولات رو باید حاکمیت بتونه در درون خودش هضم بکنه و ازش استفاده بکنه. منظور از روشنفکری به تعبیر عام چیست؟ آیا در دین، به خصوص دین اسلام، نباید گفت روشنفکری تا نباید گفت روشنگری تا روشنفکری؟ چی شد؟ نفهمیدم. منظور از روشنفکری به تعبیر عام چیست؟ آیا در دین، به خصوص دین اسلام، نباید گفت روشنگری تا روشنفکری؟ گفتم دیگه، گفتم به عنوان مثال بعضیا میگن که ما نباید بگیم مثلا روشنفکری، چون اگه بگیم روشنفکری مثلا در سنت فرانسوی قرار گرفتیم، ما باید بگیم مثلا روشنگری. بعضیا میگن روشنگری هم نگیم، بگیم مثلا نواندیشی. بعضیا میگن نواندیشی هم نگیم، بگیم مثلا چی، روشنفکر اسلامی. یعنی این بحثا ما فکر میکنم بحثای میشه گفت طلبگیه تا اینکه بحثای واقعی باشه. روشنفکر کسی که تلاش میکنه تذکر بده، یعنی به یه گونه تبدیل میشه به زبان وجدان جمعی جامعه که تذکر بده به اینکه کجا کارها یا مناسبات داره به سمت بدتر میده، چگونه باید ما سعی کنیم که یک بازبینی جدی داشته باشیم به برخی از رویه ها، به برخی از سیره ها، به برخی از روش ها. حالا اسم اینو تو بذار روشنگری، اسم اینو بذار روشنفکری، این در محتوا فکر نمی کنم تأثیر چندانی داشته باشه. اساس لیبرالیسم بر فرض از یا برداشت لیبرالی از دین را می توان روشنفکری نامید؟ آیا برداشت لیبرالی از دین را می توان روشنفکری نامید؟ برداشت لیبرالی، من نمیدونم چرا اصلا باید برداشت لیبرالی از دین داشته باشه. چرا باید مثلا یه برداشت مثلا لیبرالی یا برداشت چپی یا نمیدونم، یعنی این خود این فهم میکنم جای سواله. ما چرا تلاش میکنیم مثلا دین رو در یه قالب مثلا مکتب لیبرالیزم ببینیم؟ لیبرالیزم یه مکتبیه، در این که به عنوان مثال اقتصادمون ما چگونه بگذرونیم، چه میدونم وضعیت مناسبات اجتماعیمون چگونه باشه، این که به عنوان مثال نقش دولت چگونه باشه، آیا یه دولت به عنوان مثال خیلی بزرگ و وسیع داشته باشیم یا نه یه دولت بسیار بسیار کوچک داشته باشیم. ما نباید اصلا بیایم به عنوان مثال مفاهیم دینی خودمونو بریزیم در یه قالب مثلا چه میدونم لیبرالی. خود این فهم میکنم جای سوال داره. بعضی از عناصر گذشته از جمله دین، دوستان بود بین خطتون معلومه درساشون خوب نمیخونن دکتری، مگه اینجا دپارتمان پزشکیه؟ شما پاسخ نهایی این جلسه را ندارید. آیا روشنفکران خیانت کردن یا دفعه؟ گفتم که اساسا ببین خود این که ما بیاییم یک کلان روایتی رو به نام خدمت، یک کلان روایتی رو به مثابه خیانت ببینیم، خود این کلان روایت‌ها جای سوال داره. کی این کلان روایت رو تعریف کرده که روشنفکرها در تاریخ معاصر ایران خدمت کردن یا خیانت کردن؟ خود این ادامه‌ش هم بخونه. ادامه‌ش اینه که آیا آموزه‌های آنتن‌های آیا آموزه‌های شریعتی از حکومت اسلامی باعث نشد که ادهی از این تفکر سو استفاده و این وضع موجود را به بار بیاورند؟ گفتم ببین برخی ها خیلی تلاش میکنن بگن که اصلا ربطی بین تفکر شریعتی و وضعیت موجود وجود نداره و شریعتی اساساً هر چی در این حوزه گفته اصلاً ربطی به این نداره. میگن که شریعتی ایدولوگ نهضت بوده، ما الان در وضعیت نظام هستیم و شریعتی همیشه نقد نظام میکنه. من فهم میکنم این یه مقداری فرار کردن از واقعیات موجود در متن شریعتی و در گفتمان شریعتی. ولی اینکه شریعتی اگر امروز میبود
با اون نوع تفکری که نسبت به بسیاری از نظام ها نقد میکرد، آیا میومد این وضعیت موجود رو توجیه میکرد؟ میگفت نه دیگه اینطوره، یا اینکه نه اینو نقد میکرد؟ به نظر ما شریعتی خیانت کرده، برای شما اومده تو ساز نیست بگو اب نداره بگو باعث میشه ما کجا رسیدیم و خیلی هم مشوق شدن، خیلی از افرادی که انقلاب کردن تحت تاثیر این آمیزه ها بودن، ولی در عمل باعث شد به این وضع موجود داره که همه میدونن اوضاع چطوره. این خدمت یا خیانت نظر ببینید، اولا من فکر میکنم این که بیایم ببین، اول اینکه ما بیایم اساسا یه جریانی رو تقلیل بدیم فقط به یه فرد، آیا فقط شریعتی بوده که در این مورد صحبت میکرده و آره هیچ کسی دیگه اصلا صحبت نمی کرده، یا نه این یه جریانی در جامعه بوده و کار متفکر این بوده که اون جریانات رو یا اون وضعیت رو مفهوم سازی بکنه و بیان بکنه؟ من فکر می‌کنم فقط شریعتی نبوده، ولی بسیاری، حالا چه چپ‌ها چه راست‌ها و چه کسانی که امروز خودشون رو مخالف وضع موجود مثلا معرفی میکنن و میگن که مثلا شریعتی این کار کرده، همه‌شون در این تشکیل این وضعیت موجود دخیل بودن. یعنی به گونه اراده ملی ما در 40 سال 50 سال قبل بر این شکل گرفته بود. حالا چرا شکل گرفته بود؟ این پرسش مهمه. آخه چرا به عنوان مثال مثلا جامعه ای که حداقل آماراش اینجوری میگه، حالا یکی میتونه بیاد توی آمارها تشکیک بکنه، میگه آقا مثلا وضع ایران تقریبا از سال 1347 به بعد تا سال 57 به روی بهبودی بود، مثلا نفتش خوب فروش میرفت، نمیدونم خدمات اجتماعیش خوب بود، همه اینها به سمت شاخصه ها به سمت بهبود بود. چرا تو این چنین جامعه ای یه دفعه انقلاب میشه؟ چرا یه دفعه رادیکالیزم پا میگیره؟ اینو ما میتونیم بپرسیم چه اتفاقی افتاد. یکی حداقل از اتفاقاتی که افتاده بود و من فکر میکنم باز هم میتواند این اتفاق به گونه دیگه در جامعه ما بیفته، این بود که کسی که به عنوان مثال اگر تاریخ به عنوان مثال معاصر رو ما یه بازخوانی بکنیم از انقلاب مشروطه به این سو، در انقلاب مشروطه یه اتفاقی افتاد، حالا اتفاقات زیادی بود ولی یکی از اتفاقات مهمش این بود که قدرت از کجا مشروعیتش رو میگیره. تا قبل از انقلاب مشروطه شاه وقتی به عنوان مثال تاج رو بر سرش میذاشت میگفت این یه موهبت الهیه، خداوند این قدرت رو به من داده. یا مثلا پدر بزرگم که به عنوان مثال چه میدونم آقا محمد خان قاجار بود، با شمشیر قدرت گرفت، خدا به این یه فرح ایزدی بود به این داد. ولی بعد از انقلاب مشروطه گفتن یه چیزی متولد شد به نام اراده ملی، یعنی شاه یا هر قدرتی این قدرت خودش از اراده ملت میگیره. بعد از شهریور 1320 و بعد از مسائلی که در ایران اتفاق افتاد، اشغال ایران توسط متفقین و اینها و خلع رضا شاه از حکومت و اینها، قرار شد که محمد رضا شاه که میاد دو سر قدرت دوباره احیا بکنه اون قانون اساسی مشروطه رو، ولی این کار رو نکرد. چه کار کرد؟ اومد در سال در 28 مرداد 1332 اون کودتا رو با همکاری به عنوان مثال انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران انجام داد، اونم حالا به بهانه‌های دیگه، اونم میگفت آقا من میترسم کمونیسم بیاد، این بیاد، نمیدونم همچین اتفاقاتی، حالا هر کی برای خودش یه توجیهی داشت. و بعد در سال 1342 وقتی امام سخنرانی خودش رو در قم انجام داد، گفت شاه جان من شما قرار حکومت بکنی سلطنت بکنی، تکلیف مشخص کن، شما برو به عنوان مثال سلطنت بکن، حکومت رو بذار دولتت بکنه. باز اون رو هم تاب نیاورد و اساساً کسانی که در میشه گفت از سال 1355 به بعد تو عرصه اومدن به دنبال این بودن که احیای قانون اساسی مشروطه رو بکنن. و اون چی بود؟ این بود که آقا جان من قدرت از مردم میاد و کسانی که قدرت رو میگیرن باید پاسخگو به مردم باشن. حالا آیا شریعتی در این وضعیت خیانت کرد به این که یک به عنوان مثال نیروی اجتماعی رو وارد بدنه اجتماعی کرد تا بتونه مطالبه بکنه، یا نه شما میگید نه این خیانت بود، باید همه سکوت میکردن، باید هیچ کاری نمی‌کردن، باید میذاشتن همینجور؟ خب این میشه گفت یه خواست عمومی در جامعه شکل گرفت. اگر امروز هم کسی بخواد همچین وضعیت رو ایجاد بکنه، بگه آقا مشروعیت قدرت از اراده ملی نمیاد، باز این خودش میتونه یه انسداد سیاسی ایجاد بکنه و ما باید بتونیم از تاریخ تا
تاریخ معاصر، نمیگم تاریخ 5000 سالمو، از تاریخ معاصر خودمون درس بگیریم که چه کار بکنیم که انسداد سیاسی ایجاد نشه و ملت، بدنه مردم، بدنه اجتماعی احساس یکی بودن و هماهنگی بکنه و اون شکاف دولت و ملت یا حاکمیت ایجاد نشه. خیلی ممنون. سوالی زیادی هست ولی خب دوستان اشاره کردن وقت نداریم. این دوستمون خیلی دستشو بالا برد، فکر کنم خیلی سوالش بکن. سوالت بفرمایید. ببین من یه دوستان از بحث کردن در مورد آهنگ بزنید تلطیف بزنید. البته این بحثی که شما میکنی یه بحث مستوفاییه، باید خودش بحث بشه، ولی خیلی کوتاه بگم اون تمایزی که من بین امر سکولار و امر عرفی قائل شدم خودش میتونه کمک بکنه. اگر وقت کردی بعد از جلسه با هم صحبت میکنیم. من ارجاع میدم تقریبا حدود یک ساعتی در این مورد من صحبت کردم. فقط یه چیز کوچولو که تو ذهن حداقل این بمونه، این که ما میگیم حاکم دین باید حاکم بشه، خود این یعنی چی؟ دین باید حاکم بشه. آیا دین باید حاکم بشه یعنی مثلا میگم یه اداره به نام مثلا ستاد حاکمیت دینی با درست بکنیم بعد بیایم بگیم آقا میخوام دین رو حاکم بکنیم؟ آیا دین اینجوری، حکومت دین یعنی این؟ ببین دو تا معنا هست. یه موقعی ما میایم حاکم شدن دین رو یا احکام رو به معنای حکمت میگیریم. حکمت از مایه عشقه، حکمت از مایه محبت، ولاست، دوستیه. اگه میگیم دین باید حاکم بشه، این جایی که دین باید حاکم بشه کجاست؟ مثلا اداره حاکمیت دینی مثلا 500 تا کارمند داره، بعد اون کارمندا مثلا میخوان دین حاکم بشه. الان اینجوری شده، الان دین فرهنگ کار باشد، این که فرهنگ نمیدونم فساد نباشه، با این همه ارزش‌های دین
زمانی که تیم حاکمیت و کسانی که حاکم بودن به عنوان نماینده دارن حکومت میکنن، اینها با جلد اون موقع دیگه این حاکمه قوانی دی و بانک اصلاح شد دیگه این حاکمه. این من فکر میکنم تو زمینه سایر مسائل اقتصادی قوانی دین حاکم شد، بله اون وقت نقد وارد میکنیم که دین حاکم نشد. خب بعضی از کسانی که ما حاکمیت صورت نگرفته به هر دلیلی نمیدونم من فکر میکنم یه خلط معرفتی اینجا رخ داده و از همون ابتدا وقتی گفتیم دین باید حاکم باشه فکر کردیم باید یه دم و دستگاهی درست بکنیم. دین زمانی میتونه حاکم بشه که اولا مسئله اختیار وجود داشته باشه. شما نمیتونی به اجبار دین رو حاکم بکنی. اگر قرار دینم حاکم بشه اول باید تو دل آدم ها حاکم بشه. جای حاکمیت اینجا خیلی ممنونم. باید کردیم اسمان را کنم.